بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا دائما مباركا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ما ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على ازواج نبينا محمد اللهم صل وسلم على ذريه نبينا محمد اللهم صل وسلم على اصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في نادينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحبت ما مو در مورد در سوري مبارکه حجر هست خداوند بر پیامبر ارزانی داشتن نعمتی که انسان را از جهل از نادانی از خرافات از تاریکی ها از شقاوت ها بدبختی ها از حرف چرند از حرفهایی که هیچ انسان عاقلی نمیتونه اونو قبول کنه کارهایی که هیچ انسان عاقلی اونو قبول نمیکنه نجات میدهد انسانو به راه راست میبرد رو به نور میبرد به سعادت به خوشبختی به سعی صدر به یک جهانبینی کامل و شامل قرآن بزرگترین نعمت خدا بر بندگان که انسان چه مقام و ارزشی پیدا میکنه زمانی که خداوند با او صحبت میکند و او به سخنان خداوند گوش میدهد و با خداوند صحبت میکنه و دستورات خدا را عمل می میشه اشرف مخلوقات میشه بهترین ها میشه برترین ها والاترین ها ولی وقتی که انسان قرآن رو کنار میذاره عقل رو کنار میذاره میشه به پسترین ها گفتیم که یکی از علما میگوید که انسان در برابر حیوانات ضعیفتر هست به نسبت حواس پنجگانه ای که داره برتری انسان بر حیوانات با عقل هست با تفکر هست اندیشه هست اگر اینو کنار بذاره دیگه انسان، حیوان بر انسان برتری پیدا میکنه قرآن کتابی است که انسان رو زنده میکنه زنده میکند اما کتابهای دیگه جهل خرافات إنسان هم میکشد میمیراند مي خداوند این مثالی وقتی میزنند خیلی پر أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها إنك لا تسمع الموت يومي فرمانك إنك لا تسمع الموت انما یستجیب الذین یسمعون و يبعثهم الله همیشه میفرمان که اونهایی که اهل قرآن نیستند به قرآن ایمان نمیارند اهل تفکر نیستن مرده هستند یا در تاریکی هستند مرده بود زندش کردیم پس قرآن انسان رو زنده میکنه برخلاف خرافات و جهل بر خلاف بر خلاف روایت های دروغین آنچه بر روی منبرها گفته میشه و بعد این روایت های دروغین خلاف عقل به بزرگان دین نسبت داده میشه به کسانی که ادعا میشود که معصوم هستند ذالک مبلغهم من العلم همطور که خداوند میفرمایند این بزاعتشون در این بیشتر از این نیست دیگه کسی که در نور نیست در تاریکی زندگی میکنه بزاعتی در علم نداره تو تاریکیست دیگه نوری هم نداره در تاریکی لاغر راه بره بلکه در همون تاریکی هست در تاریکی زندگی میکند دیگه این بزاعتش از علم هست بیشتر از این نداره خب اول آیاتو بشنویم با هم دیگه از سوره مبارکه هجر آیات مبارکات نور هدایت شفا بشنویم و بعد یک کلیپ کوچولو ببینیم خودتون مقایسه کنید بین این بین قرآن و چرندیات آخوندها بین علمی که قرآن میده و علمی که آخوند داره علمی که حوزه علمیه به مردم میده از بیت المال چقدر خرج میشه برای تربیت این گونه افراد حالا آیات اول با هم دیگه بشنویم آیه 87 از سوره مبارکه هجر تا آخر این سوره مبارکه ولی قد واقعا هم انسان دوچار هم میشه ناراحت میشه از این چرندیاتی که متاسفانه در جامعه ما که به عنوان یک جامعه دینی شناخته میشه شنیده میشه دیده میشه ترویج داده میشه در صدا و سیما، در رسانه های ملی در رسانه هایی که به اسم بالاخره دین هست واقعا انسان ناراحت میشه یادی به ما یقولون خداوند در اینجا بر پیامبر این نعمت بزرگ رو یادآوری میکنه و لقد که سبع من المثانی و القرآن العظیم ما هفت تکرار شونده و قرآن بزرگ به تو دادیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره فاتحه را به عنوان سبع المثانی معرفی کردن سبع من المثانی فرمان که سوره فاتحه است الحمدلله رب العالمین با همان قرآن بزرگی است که من داده شده چرا که لب قرآن خلاصه قرآن سوره فاتحه است ام کتاب گفته میشه الفاتحه گفته میشه شروع میشه لب کتاب هست ام کتاب هست یعنی تمام موضوعاتی که قرآن داره در این سوره خلاصه شده و بدین خاطر خواندن این سوره رک نیست از ارکان نماز در هر رکت باید خونده بشه نماز بدون سوره فاتحه باطل هست باید خونده بشه حالا امام میخونه در نماز جهری در نماز سری معموم میخونه بالاخره باید خونده بشه نماز بدون سوره فاتحه باطل هست پس سوره فاتحه لب قرآن هست خداوند به پیامبرش این نعمت بزرگ و می کنند که سبع مثانی به تو داده شده هفت تکرار شونده هفت موضوع اساسی قرآن که تکرار میشه و این قرآن بزرگ هست اصلا خود سوره فاتحه میفرن که قرآن بزرگ هست دقت کنید الان وقتی سوره فاتحه را با هم بخونیم من سوره فاتحه رو بیارم یک توضیح در مورد این سبع مثانی بیدیم هفت تکرار شونده حالت خب بعضی از علما رأی دیگری دارن آرا در این قضیه هر که بالاخره یه رأی هست که با هم سوره مبارکه يه. الحمد نگاه کن سوره فاتحه اول فرمان که الحمد لله بحث از الوهیت هست رب العالمین از ربوبیت خداوند هست الرحمن الرحیم بحث از اسما و صفات هم میشه گفت حالا میشه گفت که اسما و صفات هم جزو ربوبیت میاد اینا بالاخره همه جزو اسما و صفات هست روز قیامت مالک یوم الدین یعنی اینکه انسان ها بیهوده آفریده نشدن جهان هستی بیهوده آفریده نشده و انسان ها بر میگردن یعنی در ابتدا خداوند خودشون معرفی میفرمایند که ستایش از آن کیه برای الله هست فقط او باید پرست. برای چی پرستیده بشه برای چی ستایش بشه که رب العالمین هست این رب العالمین چه صفاتی هم داره بردیه رحمان هست و رحیم هست مالک یوم الدین هست بعد عبادت میاد تنها تو را میپرستیم این چیزی که قرآن خیلی دیکار کرده بحث قیامت یوم الاخر بحث الان عبادت هست که دائما قرآن این قضیه تاکید کرده استعانت هست از خداوند کمک خواستن هست هدایت یافتن به راه راست و دور شدن از راه بعدان انتخاب راه این موضوعات کلی قرآن هست که انسان راه راست بعد یه راهی هست که راه مغضوب علیهم هست اونایی که میدونستن عمل نکرد دالین اونهایی که نمیدونن عمل میکنند همینطوری خدا میپرستن کلیپ رو ببینید بعد ببینید که واقعا این گفتار این آخوند شما ببینید در زیر مجموعه کدام گروه میتونید قرار بدید صراط الذین انعمت علیهم هست یا جز مغدوب علیهم میشه گفت این سخنان یا جزء گمراهان دالین کلیپو با هم دیگه ببینیم ما تو دریا آب شیعه داریم آب سنی داریم تو دریاها آبهایی که ولایت امیر المؤمنین رو قبول کردن و شیرین هم هایی که ولایت امیر المؤمنین رو قبول نکردن و تلخ و شورن، هم هوا هم همینطور هم. هر کدوم خواست خودشون ما تو دریا آب شیعه داریم آب سنی داریم تو دریاها آبهایی که ولایت تعمیر المؤمنین رو قبول کردن و شیرین هم هایی که ولایت تعمیر المؤمنین رو قبول نکردن و تلخ و شور هم هوا هم همینطور هم هر کدوم خواست خودشون یعنی اینکه عجیب هست بحث کفر نیست و بحث نفاق نیست و شیع و سنی یعنی اقده ای که سازندگان این روایت ها داشتن نسبت به اسلام بحث یهود نیست، بحث نصارا نیست، بحث مجوس نیست، بحث فلان فلان بود پرست و گاف پرست و فلان خورشید پرست و فلان هیچ نیست دریا یا سنی شیه مثل در این جهان فقط شیه و سنی هستن هر کس ولایت امیر قبول کرد میشه شیه قبول نکرد میشه سنی دریاها آقا من میگم نگاه کنید قرآن انسانو به کجا میرسونه این روایت ها و حوزه ها انسانو به کجا میبره به کدام دیوانه خونه انسانو میبره به کدام بیابان انسانو میبره خب این دریایی که الان شور هست شما دارید از این دریای شور استفاده میبرید خداوند دریای شور را از نعمتهای خودش یاد کرده وقتی که انسان قرآن نمیخونه فهم ندارد در گمراهی است در تاریکی همینه همین دیگه خدا وقتی که صحبت از دریاها میکنه از نعمت های خداست دریا به عنوان نعمت خدا یاد می شود لحما میگه از این دریا شما استفاده میبرید گوشت تازه بعد این آخوند تربیت شده حوزه هست دیگه آقا داره چی خورده مردم میده این علم آخوند بعد بعضی دوستان بدشون میاد وقتی که میگیم که خب اینها سبب گمراهی انسان ها هستن دیگه نگاه کنید بودجه مملکت در اختار چه کسانی قرار گرفته تریبونها ها در اختار چه کسانی قرار میگیره دریای شور نیست دریای شیرین شیعه است عجیب هست یعنی عقل نعمت بزرگی است وقتی که انسان از این عقل استفاده نبرد طور که گفتیم دیگه حیوانات بر انسان برتری پیدا میکنند نعمتی که خدا یاد میکنه چیزی که خدا یاد میکنه که از نعمت های من بر شماست میگن این این سنی هست خب پس سنی از نعمت خداست دیگه نعمت خداست داره یاد میکنه دریاها از نعمت های خدا هستند درش کشتی ها در حرکت هستند چقدر ازش استفاده میکنید یا خروج من هم اللؤلؤ و از هر دو دریاها چه نعمت هایی میاد لؤلؤ و مرجان میاد انواع ماهی ها هست تأثیری ای که این دریاها بر جهان هستی دارند اینها هنوز با این روایت هایی که در سرداب ها ساخته شده بوده جایی که این افراد در ظلمت فکر بودن ظلمتی هم بود در این سرداب ها هنوز با اون روایت های دروغین انسان هایی که هیچ علمی نداشتن هیچ آگاهی نداشتن این دروغ ها را ساختن و به اهل بیت نسبت هنوز با این روایت ها زندگی میکنن خب فکر کن عقل تو به کار بنداز الان جهان با این همه پیشرفتی شده با این همه اکتشافاتی که شده در مورد دریاها چقدر دانشمندان دارند، بحث و بررسی دارند. شما چ... معلوم میشه چی میگید این میشه نتیجه روایات دقت کنید روایات انسان رو گمراه میکنه قرآن انسان هدایت میده وقتی که به روایت میچسبن این گونه هستن میشه دیگه یا از این دو تا گروه خارج میشن یا مغدوب علیهم هستن یا گمراهان یا میدونه دانسته دانسته این حرفا رو میزنه یا نادانسته هر دو حالت راهی است که خدا دوست ندارد راه گمراهان است راهی است که روزانه ما از خدا میخواهیم این بزرگترین دعای قرآن هست گفتیم بزرگترین دعای قرآن است که روزانه ما از خدا میخواهیم که خدایا ما رو مثل ناخونده قرار نده یا این ناخونده که میدونه یا ناخونده که نمیدونه این چرندیات خورده مردم میده هر دو حالت راهی هست که ما از خدا میخواهیم که خدایا ما را از جمله این گمراهان قرار مده ما را از جمله کسانی قرار بده که هدایتشون دادی هدایت یافتگان چه کسانی هستند که علم و عمل دارند راه انبیا بوده دیگه فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهدای و الشهداء و و حسن اولائک رفیقا این صراط الذین انعمت علیهم خب چه بر چه کسانی انعام دادی این هدایا و عطایا دادی علم داشتند میدونستند بعد عمل میکردند توفیقی عمل داشتند دیگه هم یک هبه خدا بهشون داده شده که علم هست از این هبه خدا این توفیق هم شامل شده که عمل کردند اما دیگه حالا این که ما نشون دادیم یعنی یک قطره است از این روایت هایی که در این مورد ساخته شده و شما همه شنیدید و و دیدید که متاسفانه چگونه این آیات را بدین صورت خیلی زشت و نادرست تحریفش میکنند خب بر به اصل صحبتمون که خداوند در سوره مبارکه هجر فرمودن که ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظيم آيه 87 از سوره مبارکه هجر بود که آیات وبار بار دیگه من بیارمش آیه 87 بله قبلا هم گفتیم که حتما از این اپلیکیشن حتما برادران استفاده کنید اپلیکیشن قرآن اه مصحف الکترونی جامعه امام محمد بن سعود بسیار زیباست و به راحتی شما میتونید اگه اه معرفی کنید اینو دقت کنید میتونید اینجا اسم سوره هست میزنید تمام سوره ها میاد تمام سوره های قرآن 114 سوره میاد انتخاب میکنید بعد رقم آیه هم که اینجا هست صفحه ای الان ما داشتیم صفحه 266 هست جزوه 14 هست شما میتونید در اینجا هم کلمه ای که میخوایید سرچ کنید وارد کنید تفسیرها هم هست تفسیرهای به زبانهای مختلف هست از جمله فارسی هم هست تفسیر جلالین هست سعدی بغوی ابن کسیر قرطبی و شیخ مفسرین که تبری رحمت الله علیه به زبان اندونزی هست تفسیر جلالین هست به زبان روسی هست و به زبان فارسی هم که در اینجا ما میتونیم داشته باشیم اه اه اینجا زبان میتونید انتخاب کنید به چه زبان هایی هست الان زبان فارسی خودمون هم هست در اینجا که الان من زبان فارسی را که انتخاب کردم الان سرچ میزنه بله اینجا ورد اینم به زبان فارسی که ولقد که سبع من المثانی والقرآن العظیم براسی ما به تو سبع المثانی سوره فاتحه و قرآن عظیم دادیم این اپلیکیشن بسیار جالب هست خیلی راحت هست حتما از این سعی کنید استفاده کنید خب آیه فرموند که ولقد آتینا که سبع من المثانی و القرآن العظیم بعد چی؟ بعد از این که می که ما به تو این هفت موضوع اساسی که دائما در قرآن داره تکرار میشه و بر روی اون کار شود خب در مورد خدا بود همطور که در حدیث خوندیم رسول الله صلی الله علیه و سلم که خداوند این سوره این سوره را نصف کردن نصفی مال خداست نصفی مال بنده اونهایی که مال خداست الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وقتی که گفتن یا که عبدو یا که میگه حالا بندم هر چی بخواهد حالا نیاز بنده بعد از این مدح و سنا، سنای خدا ستایش خدا کرده تقاضا میکنه به ما یاد میده که انسان وقتی که میخواد دعا کنه در ابتدا مدح و ستایش خدا باشه بعد انسان دعا کند تنها تو را میپرستیم تنها از تو کمک میخواهیم پس ما را به راه راست هدایت کن راه کسانی که بر آنها انعام دادی نه راه کسانی که برشان خشم گرفته شده و نه راه گمراهان خب این نعمتی است که خداوند بر رسول الله صلی الله علیه و سلم عطا فرموده علما همیشه اینو میگن که هر کس که قرآن داره حافظ قرآن هست فهم قرآن داره خدا بهش توفیق داده که در راه دین باشه آنچه که خدا بهش داده کم ببیند کم ببیند حقیقتا با آن این نعمت خدا تناقض داره یعنی تحقیر کرده النعمة بزرگ خدا خداوند میگه که ولقد آتَيْنَاكَ سبعا من المثانی والقران العظیم بزرگترین نعمت هست بعد میفرمان که لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين دوّت نه از دو کار و یک امر میگه چشمان خود را خیره نکن به اون چیزی که بین ها دادیم تو قرآن داری به تو قرآن دادی بزرگترین نعمت هست اون اگه این هایی که ایمان نیاوردن اونهایی هایی که در فسق و فجور هستند، مال دارند تو چیزی بهتری داری تو قرآن داری هدایت یافتی اگه نمیتونی زندگی تو زندگی دنیوی رو با هم مقایسه نکن تو به این چیزی که به دادیم این بزرگترین نعمت هست ارزش انسان در این هست در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که خداوند دنیا رو به همه میده به مؤمن میده به کافر هم میده کسی که دوستش داره دوستش نداره عطای ربوبیت هست دیگه خداوند کسی را از این عطای ربوبیتش من نمیکنه در جهان هستی اینو قرار داده حالا هر کس سعی و تلاش میکنه به اون میرسه مؤمن باشه کافر باشه کافر هم مغمش همین دنیاست تمام سعی و تلاشش همین هست دیگه همین دنیا داره و آخرت ایمانی نداره مؤمن نه همین دنیا داره فکر آخرت هم هست خدا من دنیا رو به همه میده مهمی که شما از قانونی که خدا قرار داده پیروی کنید میتونید به رزق و روزی واسه و فراوان دست پیدا کنید اما ایمان چی ایمان به همه داده نمیشه ایمان هر که دنبالش باشه هر که عقلش رو به کار بندازه انسان عاقل کسی که دنبال حقیقت هست به ایمان دست پیدای خدا اینگونه افراد دوست داره ایمان رو به اینگونه افراد میده. ایمان حقیقی، ایمانی که بارور هست، ایمانی که همیشه سمر میدهد مال اینهایی هستند که فکر میکنند اونهایی هستند که دنبال حقیقت میرند اما ایمانی که بر اساس شرک باشد، درش با شرک آم... آمیخته باشد این عطای خدا نیست خدا اینو دوست نداره الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بل أو بفرميت بله پس خداوند به دنیا را به همه میده اما ایمان خالص سعادت فقط شامل کسان میشه که اهل حقیقت هستند اهل فکر هستند اونایی که ایمان خود را آغشته میکنند این عطای خدا نیست این چیزی نیست که خدا دوست داشته باشه در سوره یوسف میخونن که ما ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون بیشتر مردم ایمان که میارن ایمانشون همراه با شرک هست الا و هم مشرکون در حالی که مشرک هم هستن ایمان به خدا داره اما مشرک هم هست سوره انعام می که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم, ایمانهم بِظُلْمٍ بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون کسی ای که ایمان میاره ایمانش آغشته نکند با شرک این امنیت خواهد داشت و اینها هدایت یافته هستند فقط اینها این گروه فقط امنیت دارند و فقط این گروه هدایت یافتند یعنی کسی که ایمان خود را آغشته به کند امنیت نخواهد داشت هدایت یافته هم نیست یعنی گمراه است خیلی واضح و آشکار دیگه این دو تا رو در کنار هم دیگه قرار بدیم اولا فرمان که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون ایمان نمیارن به خدا بیشترشون مگر در حالی که مشرک هستن ایمانی که آغشته با شرک شرک هست دیگه میگه خدا هست خدا جهان هستی را آفریده اما در این موقع عبادت که میاد در این عبادت، ایمانش در این عبادتش برای خدا شریک قرار میده واسطه قرار میده غیر خدا را میخونه این ایمان همراه با شرک هست خب سوره انعام فرمان که چی؟ الذین آمنو کسانی که ایمان آوردند بعد چی؟ ولم یلبسوا ایمانهم به ظلم ایمانشون آغشته به ظلم نکردن ظلم شرک هست در که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان داشتند که نشرک لظلم عظیم شرک ظلم بزرگی است ایمان خود را آغشته به شرک نکردند پس این گروه امنیت دارند آرامش دارند و این گروه فقط هدایت, سا... هدایت یافته هستند پس اینجا خداوند میفرماند که اینها چیزهایی که بهشون دادیم باعث تعجب تو نشه شما اگه دقت کنید بسا اونهایی که اهل دین نیستن اصلا کافر هستند، و یا حتی اهل فسق و فجور هستند، وضعیت خوبی دارن میگن که لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم گروه های از اینها ازواجا من یعنی های از اینها ازواج زوج در اینجا زوجهای های فکری است است کسانی که یک گروه هایی که هستند اینها گروه گروه ها هر گروهی که باشند وضعیت خوبی دارن زندگی خوبی دارن قدرتی دارن لا تمدن جالب هست مد اصلش به معنای زیاده زیاد شدن چیزی فرست جذر جزر و مد دیگه خب چشم که میگه چشم زیباس اینجا نمیگن که مثلا بسر رو که فرمان که لا تمدن نه عینه دو تا چشاتو دراز نکن زیاد نکن به که خیره بشه بزنید که چشا به اون چسبیده چشم دراز بشه بینها تعبیر قرآن خیلی جالب هست که دیگه میگه باعث تعجبت نشه که سبب بشه که دست از دعوتت بکشی یا فری این زندگی دنیا بخوری لا تمدن نعی تو چیزی دیگه بهت دادیم قرآن داری پس دقت کن از طرف دیگه ما این به ما میگه که آه با دین تجارت نکن دین و سببی برای گمراهی مردم قرار مده نرا رو منبر با این روایت های دروغین مردم رو گمراه کنی مردم رو به عبادت غیر خدا تشویق کنی چیزایی بگی که نه عقل قبول میکنه نه فطرت پاک و خلاف قرآن هست در نتیجه کسی که کمی عقل داشته باشه بخواد فکر کنه از دین در میره دین رو رها میکنه سبب الهاد مردم میشه این روایت های دور از عقل و منطق کسی که الان در این عصر هست با این همه پیش ها شده هنوز اون روایت های دروغینی که 1300 400 سال قبل درست شده و به دین مونده شده هنوز داره تکرار میکنه این جوان امروزی مردم امروزی مثل 600 700 سال قبل که نیستند که این دروغ ها رو خوردشون بدید قبول کنند نتیجهش این میشه دیگه الهاد بی یا تغییر دین به خاطر چی این روایت ها و حتی خیلی از اونهایی هم که هدایت توفیقشون میشه میان به طرف دین کلا به خاطر اینکه از بس این روایت های دروغ نشنیدن و جز روایت هیچی نشنیدند کلا احادیث رو این کار میکنند میگن فقط قرآن چون سرکارشون با این آخوندها با این روایت ها بوده دیگه کل اساس حوزه هم روی این روایت هاست کل حوزه های علمی که شما الان میبینید اساسش روی همین روایت هاست یکیش این آخوند خون دیگه دریای شیرین شیعه است دریای سنی دریای شور سنیست کل همه در همین حول هوش هست دیگه همه همین روایت هاست بخونید روایت ها متاسفانه خب پس یک انسان دعوتگر یک مؤمن نباید چشمش دنبال دنیا باشه البته این به معنای نیست که انسان یک زندگی سعادتمندی داشته باشه و این هم در یک مرحله هم بوده بار دیگه در یک مرحله از دعوت ولی بعدا که حکومت اسلامی شد تمدن اسلامی درست شد میبینیم که وضعیت معیشتی مسلمان ها خیلی فرق کرد بهتر شد صاحب تمدن بودن زندگی داشتن و خدماتی که بشریت داشتن ولی میفران که این قاعده کلی ما باید داشته باشیم که انسان نبایستی چشمش به دنبال اون چیزی باشه که به دیگران داده شده به اون چی که خدا به داده اکتفا کن وگرنه قدر اون نعمت هایی که خدا به تو داده نمیدونی اولا قدر قرآن انسان نمیدونه کسی که اهل قرآن هست قرآن خدا بهش داده دین بهش داده بعد قدر اینو بدونه چشمش به دنبال دنیا نباشه که بخواهد دینش و قرآنش رو فدای دنیا کند دنیا میشه فدای دینت کنی اما دین و فدای دنیا کنی همه چیز از دست دادی هم دنیا ها هم آخرت آنچه که داری به اون بسنده کن به دیگران نگاه نکن به زندگی دیگران نگاه نکن زندگی خود را بر اساس زندگی دیگران بنا نکن اون چی نعمتی داره اون چی داره زندگی این زندگی زندگیش مال داره خونه داره ماشین داره چه ثروتی داره چقدر مغازه داره میره سفر فلان نگاه نکن چشم چشمی لا تمدن نعی نعی. یعنی چشم هم چشمی نداشته باش دیگه انسان قدر نعمتی که خدا بهش داده هم نمیدونه اینقدر نعمت داری یا نعمتاتو بر خدا بر خودت حساب کن چرا اون چیزهایی که نداری میای حساب میکنیم؟ بیایم آن نعمتهایی که خدا به ما داده از این نعمتها استفاده کنیم خیلی وقتا انسان از یک نعمتی محروم میشه اما نعمتهای بسیار زیادی دیگه داره همونطور که سعدی رحمت الله علیه میگه که فردی زخم پلنگ داشت بعد دائما شکر خدا میکرد آجز و ناتوان بود گفتن تو در این وضعیت چرا اینقدر شکر خدا میکنی؟ گفت همین که نمیتونم گناهی کنم معصیتی کنم این بسیار جای شکر هست نعمتی از من گرفته شده دست و پایی ندارم همین که نمیتونم برم گناهی کنم هم جای شعور بس جای شکر هست پس انسان میتونه نعمت هایی که خدا بهش داده ببینه نعمتی که نداری فکرش نکن خودتو در عذاب ننداز لا تمدن عینه که الا ما مدعنا بی ازواجم منم هر که هرچی داره تو دیگه چشم به اون خیره نکن چشمت به اون نباشه به اون چیزی که خدا به داده به تو داده قدر اونو بدون این مسئله خیلی مهم است برای سعادت انسان در زندگی دینیش در زندگی اجتماعیش زندگی دینی که گفتیم که انسانی که اهل دین هست اهل قرآن هست این نعمت بزرگ داشته باشه بدون که چی داره قرآن داره دین داره بنده خداست توفیق میابد که نمازشو میخونه قدر اینو بدونه چه بسا انسانهایی هستند که خب سالم هستن خیلی هم وضعشون خوبه تندرست هستن اما سجده نمیرن هیچ سجده برای خدا نمیرن یکی میبینید که بر روی صندلی نشسته داره نمازشون میخونه با چه زحمتی میاد رو ویلچر میشوننش میاره میگی میخوام برم مسجد یکی هم میبینید که نه سالم و تندرست هست حاضر نیست نزدیک بشه این نعمتی که خدا به انسان داده اینجا باید بدون قدر این نعمت ها رو هر اینها رو به عنوان نعمت خدا بر خودش بدونه نه اینکه بخواد دیگران رو تحقیر کند نعمت خدا را بر خودت بدون اینجاست که انسان وقتی که نعمت را از خدا بدونه شکر میکند دیگه ناشکری نمیکنه دچار عجب خودخواهی نمیشه از خدا میدوند بعد میفرمکه ما متعنا بیهی ما بهشون دادیم نه اینکه حالا بالاخره این یک مدتی یک است کالایی است که استفاده میبرند ولا تحزن علیهم اندوگین مشو قبول نمیکنند. دعوت میدی وظیفه تو نیست که قبول کنند ناراحت نشو ایمان نمیاره اصلا ناراحت نشو وظیفه این نیست انما علیک البلاغ و علینا الحساب وقل انی انا النذير المبین هم که دنباله آیه میفرمان آیه بعدش این وظیفه من است وظیفه تو این هست فقط انذار بده مردم را بر حذر بدار از شرک از گناهان از عواقب بدشون تاثیرات بدی که بر انسان داره انسان برای چی آفریده شده غیر خدا نپرست خدا را بشناسید فقط خدا را بپرست این وظیفه تو انجام بده قبول کردن کرد نگردن برای معمولا انسانی که قلب بزرگی دارن هم مغم مردم میخورن وقتی که دعوتش میده با, با این کار بد هست انجام نده قبول نمی کنه اصرار میکند ناراحت میشه اندوگین میشه چرا قبول نمی کنه چرا خودش در حلاکت میندازه خداوند به پیامبرش ناراحت نشو بر اینها ما بهشون قدرت دادیم اراده دادیم می خودش انتخاب کرده و بعد محاسبه میشه اصلا بر اینها ناراحت نشو ولا تحسن عليهم. اینجا حزنی که انسان واقعا از دعوت باز داره این منظور هست که فلعلك باخع نفسک علی آثارهم ان لم به بهذا الحديث اسفا حزنی که انسان رو بیمار کند دست از دعوت بکشد اینجا این منظور هست خب اون حزن طبیعی به اندازه خودش که طبع، طبع، باید باشد انسان ناراحت می شود خیرخواه دیگران هست اما نباید دیگه اصرار کند اون بخواد اونها رو وادار کند یا اینکه خودش دیگه از شدت ناراحتی خودش رو بیمار کنه یا دست از دعوت بکشد میگه نه ولا تحسن علیه واخفض جناحك للمؤمنین در مقابل بالهای رحمت تو برای مؤمنان بگستران شما دیدید وقتی که مثلا یکی از معانی خف زمانی که پرنده میاد جوجه های خودش میخواد در زیر بالش قرار بده به چه صورت هست چطوری بالش رو پهن میکند اونها را در زیر بال خودش میبره میگه با مؤمنان این گونه باش پدری کن همه را در زیر چتر خودت ببر با آنها رفتار خوبی داشت با مهربانی با عطوفت اون که قبول نکرده قبول نکرده ولی اون که ایمان آورده اینجا با اینها این رفتار عطوفت و مهربانی داشته باش واخفض جناحك للمؤمنين اونها رو در زیر بالهای خود در بیار خیلی تعبیر قرآن در اینجا زیبا هست که خداوند پیامبرش این امر رو میکنن که واخفض جناحك للمؤمنين بالهای خود را خفت بگستران پهنش کن برای مؤمنان یا وقتی که پرنده میخواد بیاد پایین خب این بالها را میگسراند در اینجا این تعبیر قرآنی که در در مورد زمانی که پرنده میخواد جوجه های خودش رو در زیر چتر خودش بال خودش در بیاره خیلی زیباست که بعد اینگونه باشد یک دعوتگر یک عالم کسی که میخواد در یک مصلح کسی که میخواد در جامعه اصلاح به وجود بیاورد مردم را به طرف دین خدا بیاورد بعد اینگونه باشد که مؤمن را در هر درجه که هست حق نداری که از خودت ترد کنی ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات ولا عشی يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم مؤمن هر درجه فقیر باشه غنی باشه هر کی باشه ایمان آورده به خدا میگه اونو در زیر چتر خودت بیار واخفض جناح با اونها رفتار خوب داشته باش مهربان باش فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمه درود بر شما باد پروردگارتون بر خودش رحمت نوشته این بشارت هایی که میگه که شما به مؤمنین بدید بعد صحبت از اینه که کسانی که میان قرآن رو تک پاره پاره میکنن کما انزلنا على المقتسمین الذين جعلوا القرآن عیضین مقتسم حالا کسانی که قسمت قسمت میکنن حالا چه اهل کتاب باشن چه مشرکین بودند در مورد برخوردشون با پیامبر با قرآن که ایمان آوردن به بعضی اهل کتاب به بعضی ایمان نمی آوردن آنچه در مورد پیامبر میگفتن کسانی که قرآن را پاره پاره کردند اینکه بیاد قرآن رو بدین صورت پاره کنه نه این جمعه ایضا هست در اصل عضو بوده واو که به عنوان لام الفعل هست به خاطر اینکه سنگین هست به و زمانی که برش توقف میشه اومدن حذفش کردن بهترین چیزی که راحت تر هست هنگام توقف برش ها هست اضاح بجای و تلفظ سنگین هست ایضا خیلی در زبان عربی راحت پس ادین یعنی قطعه پاره قسمتی از یک چیزی همین که انسان بیاد از قرآن استفاده ابزاری کنه ببینید که یک آیه یا یک کلمه از یک آیه رو میگیره برای اثبات یک قضیه در دین یا اثبات اصلی از اصول دین آیه رو انتخاب میکنه ببینید که خب قبلش چیه بعدش چیه یعنی وسط این آیه که تنها نیست از آسمون همین آیه تنهایی که نیومده قبل و بعدی هم داره که خودش تنها در این سوره نیست که اینها یک آیات در یک سوره بالاخره یه نقشی بازی میکنند یه مطلبی میخوان برسونن شما چطوری میاد یک آیه رو از وسط میگیرید بعد میخواد یک اصلی از اصول دین و یا اعتقادی رو ثابت کنید میخواد اصل, اصل, امامت رو ثابت کنه میاد یه آیه از یه وسط میگیره قسمتی از آیه رو میگیره بدون که به قبل و بعد نگاه کنه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت دلاله بر اسمت می در مورد اهل بیت پیامبر یعنی که در مورد علیست، فاطمه حسن حسین و خود رسول الله هم. خب قبلش چی میگه بعدش چی میگه این چی این میشه قرآن را پاره پاره کردن این بدترین نوع اهانت به قرآن هست طوری قرآن پاره میکنه خب دیگه کفر و نفاقش مشخص است واضح هست اما کسی که میاد اینگونه با قرآن برخورد میکنه و انتخاب بر اساس عقیده خودش یک عقیده داره میاد تو قرآن میگرده که فکر خودش رو تعیین کنه تأیید کند خداوند در مورد اینها چی میفرماند که فوارب بکلا نسالنهم اجمعین سوگن به پروردگارت از همشون سوال خواهیم کرد اما عم کانو عملون از این کارا که میکردن قرآن که نیومده که شما یه اعتقادی درست کنی بعد دنبال دلیل از قرآن بگردی قرآن اومده که به تو راه نشون بده قرآن خودش دلیل هست خودش بهت میگه که این این راه هست نه اینکه تو راه انتخاب کنی بعد میخوای قرآن هم بیاری به راه خودت نه قرآن میخواد تو رو بیاری به راه راست فوربک لنسألنهم اجمعین عما عم كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشركين به آنچه که امر شدی صدع کن صدع به معنای اصلا تکه شدن هست یه ظرف شیشه چیزی چیز باشه وقتی که ترکی برمیداره یا سفالین وقتی باشه خب اون چیزی که داخلش هستی که مشخص میشه واضح شدن اون چیزی که در پشت هست اینجا میفهمن که فصدع واضح و آشکار کن اون چی که بهش امر کرده میشی ولی دین و واضح و آشکار به مردم برسون اینم هم رد نیست بر این دروغ هایی که در مورد امامت میگن که پیامبر هی نمی گفت می ترسید تا اینکه دی در حجت الودا در غدیر خم تهدید خدا سبب شد که دیگه رسول الله آخر ناچارن بیاد اینو بگه فصدع به ما تو امر اون چیزی که امر شدی امر میشی واضح و آشکارش کن واضح و آشکار صدع یعنی این جامعه جاهلی رو دیگه هم بشکاف این جامعه یک جامعه جاهلی است خدا را نمی پرستد معبودان داره می پرسته دع به ما تو المشرکین از مشرکین روی گردانی کن منظور روی گردانی از مشرکین روی گردانی چیه؟ یعنی از ذات اونها یعنی اونها رو ترک کن دیگه باشه اینچه صحبتی نکن دعوت نده اگه این معنا باشه که ابتدای آیه و انتهای آیه با هم تناقض داره یک جا میفرمایند که فصدع بما تؤمر بعد میگه اعرض المشرکین اعراض از مشکین پس اعراض از کارهایی که اینها میکنن از حرفهایی که میزنن اهمیت نده تهمت هایی که میزنن تو رو متهم میکنن که شاعر هستی شاعر هستی مجنون هستی دروغ میگی فلان فلان اعرض از این حرفاشون روگردانی کن به حرفاشون اهمیت نده پس هر جای قرآن که اومده که اعراض کن از جاهلین اعراض کن از مشرکین منظور از کارهاشونه از حرفاشونه نه از ذات خودشون که دیگه اصلا هیچ حرفی با آنها نزنی رهاشون کنی دعوتشون ندی فصدع به ما تو بایستی حق و واضح کرد حال امکان داره یه مرحله کسی بگه خب حالا شرایط مناسب نیست نمیتونم ولی بایستی دعوت توحید فس دع ما تؤمر آشکار کرد وظیفه دعوتگران هست دعوت به لا اله الا الله که همه بنده خدا باشیم و هیچ معبودی نیست جز الله این باید واضح آشکار بشه دعوت به دین به مکارم اخلاقی به خوبی ها به انسانیت به بندگی برای خدا به رفتن به سوی نور روشنایی به برای شفا یافتن از دردها برای هدایت بعد این دعوت رو آشکار کرد فاس دعبه ما تو امر آشکار کنیم دی دعوت نمیشه که ده پنهان کنیدی اگه پنهان کنی که مردم تو کی نمیدونن دیگه به حق نمیرسن دین خدا برای همه است برای مردم هست برای یک فرد خاص که نیست که رسول الله فقط در کنج یک خانه‌ای در کنج مسجدی در یک خانه تیمی مثلا به اصطلاح امروزی بشین چند نفر رو تربیت کند نه فصدع به ما تو امر. آشکارش کن دیگه ان كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله اله اخر فسوف يعلمون ما کسانی که کس استا استهزاء میکنند شرشون رو از سر تو کم میکنیم آن کسانی که با خدا خدایان دیگری قرار میدن دقت کنید این صفتی که هست استهزا و صفت شریق قرار دادن برای خدا استهزا می کنند از پیامبر از محتدی از موحد از دعوت دهندگان به توحید استهزایی که می کنند و در مقابلش هم چیه در کنارش هم الذی یجعلون مع الله اله آخر برای خدا خدایان شریکانی قرار میدن پس این دو صفت رو دارن هم استهزا میکنن و علت این استهزاشون در حقیقت که این اعتقاد شرکی دارن حالا یا مشرک هست یا اعتقاد شرکی داره میگه واقعا کسانی که مخلص بودن و هستن در این قضیه خیال نکنید آیه فقط خاص رسول الله صلی الله علیه وسلم هست هر کس که واقعا مخلص صادق باشه در دعوتش در بندگی برای خدا آیه شاملش میشه آیه شامل او هم میشه هر عالم عابد دعوتگر مخلص صادق آیه شاملش میشه فقط خاص پیامبر نیست ان کفیناک المستهزئین الَّذِينَ یجعلون مع الله الهن آخر در زندگی بزرگان دین خیلی از این چیزها اومده که چگونه خداوند شرق ظالمان از سر اینها کم کرده فسوف یعلمون خیلی زود خواهند دونست که جریان چیه خب آیات آخر هست تقریبا وقت ما هم تموم هست چند دقیقه مونده آیات خیلی زیباست آیات رو هم ببینیم ولقد نعلم انک يضيق صدرك بما يقولون إن ستو آيه اخر هست و نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يَأْتِيَكَ اليقين يقينا مدونين كي ناراحت مشي از اون چيزي كي ميگن يضيق صدرك يعني كي ناراحت مشي تنجي سینه به دست از اون چی که میگوین می نکن به احترام به رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا حتی اون چون میخواد تسلیت و دلداری میده دیگه نه اون چیزی که میگویند چی بود چی میگفتن میگفتن که محمد ساحر هست مجنون هست شاعر هست کذاب هست تفریقه میندازه بین افراد جامعه جز شر چیز نیاورده چی نسبت میدادن به پیامبر صلی الله علیه و سلم اما خداوند چون اینجا در مقام تسلیت هست دلداری هست برای رسول الله دیگه اون حرف های نادرست بدور از عقل و خرد مشتکین رو بازگو نمیکنه نمیگه چی میگن همون چیزا که میگند میدونیم که تو خیلی ناراحتت میکنه حرف ق... یک مسئله هست حالا کندر بعضی از بینندگان در لغت عربی آگاهی دارن مثلا شنیده میشه که حرف قد وقتی بر سر... این بر سر فعل میاد که دلالت بر تحقیق میده بر جمله های فعلی میاد همطور که این نه بر جمله های اسمی میاد قد بنای تحقق یافتن هست این جمله فعلی چه جمله مزارع باشه چه ماضی باشه فرق نمی کنه خب اما خیلی در هم سر فعل مزارع بیاد هم سر فعل ماضی بیاد دلالت بر تحقیق میده یعنی تحقق یافتن آن چیز محققا اما خب رایت شده شنیده شده که خیلی بعضی از نهات میگن که قد بر وقتی که بر سر فعل ماضی بیاد دلالت بر تحقیق میده بر سر فعل مضارع بیاد دلالت بر تقلیل میده یعنی کم شدن این هیچ دلیلی برش نیست تنها بعضیشون استدلال کردن به اینکه سیب وای رحمت الله همچنین فهم این زمخشری رحمه الله گفتن که قد به معنای تقلیل میاد در حالی که همونطور که محمد طاهر آشور رحمت الله علیه در تفسیرشون میان میان که سیبه گفته ان که احیانا قد به معنای تقلیل هم میاد نه گفته که قانون اصل، اصلی این هست میگه نه احیانا در حالی که اصل اینه که قد قد ولا قد نعلم وقتی بر سر فعل ماضی بیاد مضارع بیاد فرق نمی کنه دلالت بر تحقق یافتن هست یعنی ما میدونیم از دید ما پنهان نیست آن چیزی که اینها میگویند علاج چیه ای کسی که دچار سختی ها هستی مشکلات هستی گرفتاری ها داری ای دعوتگر ای انسان مؤمن هر کس در زندگی خصوصیش اجتماعیش مشکلاتی داره فسبه از تهمتی که بهت زدند تهمت های ناروایی که زدند به ناحق زدند تهمت در شخصیتت دادن در دینت زدن هر چی باشه در امانتت فسبح بحمد ربک و من الساجدین وعبد ربک، حتی یعطی تسبیح و حمد پروردگارت بگو تسبیح یعنی اینکه ذات خدا را پاک و منزه از هر عیب و نقصی دانستن هست خدا ظالم نیست خدا غافل نیست خدا خواب نمی چیزی را فراموش نمی کند این صفات نقصی که انسان داره در مقابل باید صفات کمال و برای خداوند ثابت کرد که الحمدلله است بدین خاطر همیشه امر به تسبیح و حمد شده تسبیح پاک و منزه دانستن خداوند از هر عیب و نقصی است و در مقابل اثبات صفات کمال برای خداست که الحمدلله است هم یعنی اثبات صفات کمال برای خدا سبحان الله خدا پاک از هر عیب و نقصی است میگه همیشه الان میگه در این سختی ها به خدا رو بیار مشغول ذکر خدا شو حالا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله لا اله الا الله وحده لا له لا اله الا انت سبحانك انی هر چیزی که در ذکر خداست بیاد خدا بودن هست پس موقع سختی ها رسول الله صلی الله علیه به نماز روی می آوردند و کم من الساجدین و از جمله سجده کنندگان باش چرا که در سجده انسان دیگه پیشانی خود که مهمترین عضو انسان هست عزت و بزرگی انسان هست بر روی زمین میذاره و کم من از ساجدین پس موقع سختی ها گرفتاری ها بدبختی ها به خدا رو می‌واریم وحب ربک عبادت کن پروردگارت حتی کل یقین تا تحقق یافتن وعده خدا یقین در اینجا به معنای مرگ نیست حالا خیلی از مفسرین گفتن ما در حقیقت یقین به معنای تحقق یافتن وعده است خدا به تو داده که انا کفینا وكلم المستهزین الذين يجعلون ما الله الهان اخر فسوف يعلمون یقین یعنی تحقق یافتن وعده خدا قطعی است یعنی هیچ شکی درش نیست این معنا یقین هست و عبد ربک یعنی تو وظیفه انجام بده بندگی کن و اون یقین خواهد رسید پس بعد یقین داشته باشی یعنی به آن وعده ای که خدا میده به تو یقین داشته باش همونطور که خداوند به مادر موسا این وعده را دادن فرمودن که ناراحت نشو وعده خدا تحقق پیدا میکنه اما بیشتر مردم نمیدونن مهم اینه که یقین انسان داشته باشه به این سخن خدا به وعده خدا هر اندازه که علم انسان ایمان انسان بیشتر بشه و پس یقین انسان به وعده خدا و تحقق یافتن این وعده ها هم بیشتر میشه وقت ما تموم شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته